د قطر محترم وزیر خارجه پمپیو او راغلی استادو ته د کابل د ادارې چې دلته راغلی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. Reciting prayers in Arabic. يؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. ترهرت ملكي دج. I welcome all respected participants of this ceremony. تمامی شرکت کنندگان این نشست را خوش آمدید میگویم. I want the Islamic Emirates of Afghanistan and the US. می خواهم که توافقنامه طالبان پس از اشاره به توافقنامه طالبان و امریکا peaceful and stable Afghanistan and Islamic Afghanistan for the future. The current points regarding peace process. نکته‌های کنونی در مورد روند صلح این هستند که توافقنامه دوحا میان طالبان و آمریکا بر بنیاد این توافقنامه عمل کرده ایم و از جانب مقابل نیز می خواهیم که بر بنیاد همین توافقنامه عمل کند تا به هیچ مشکل بتوانیم روند صلح را به پیش ببریم. در این مراسم امیدوارم که هر دو طرف به ملاحظات اسلام توجه داشته باشند. ما باید به نه تنها به منافع مردم اندک بل به منافع همگی توجه داشته باشیم. روند مذاکرات شاید مشکل داشته باشد اما خواست ما این است که این مذاکرات باید با صبر بردباری و توجه بسیار به پیش برود. طالبان به مردم افغانستان توجه دارند و به آنان اطمینان می دهند که این مذاکرات را صادقانه به پیش می برند. ما می کوشیم که برای صلح و برابری در افغانستان کار کنیم. می خواهیم به جهانیان اطمینان بدهیم که آنان نیز برای پیروزی مذاکرات میان افغانان بکوشند. ما می خواهیم که افغانستان مستقل، پیشرفته، آزاد و مرفه باشد. افغانستان باید یک نظام اسلامی داشته باشد که در آن تمامی شهروندان افغانستان خودشان را در این نظام ببینند و به گونه برادرانه زندگی کنند. می خواهیم که در آینده افغانستان منطقه و کشورهای دیگر روابط مثبت بر بنیاد احترام متقابل داشته باشند.
از امیر و وزیر خارجه و مردم قطر و کشورهای دیگری که درباره صلح با ما هر گونه کمک کردند قدردانی کنم.